این 250 نفر یک دلار برنگردونده بودن و دومین ویژگیشون بود که این 250 نفر هیچ کدوم تولید کننده نبودن. 70 نفر از اینا که آخرین گزارشی که وزارت اطلاعات به من داده، اینایی که بازداشت شدن، کارتون خوابن. از میلیاردها دلار گم شده تا جیب‌های پر شده، کمر اقتصاد ایران را فساد و سوء مدیریت شکست یا تحریم‌های آمریکا. آیا زانو زدن اقتصاد به تسلیم حکومت ایران می انجامد؟ در 60 دقیقه امشب با یکی از معماران ضربه به ریال صحبت می‌کنیم و از یک اقتصاددان از اثرات تحریم و فساد بر پول ایران می‌پرسیم. در ادامه برنامه امشب، 322 نفر قربانی کرونا در شبانه روز گذشته در ایران. وزیر بهداشت میگوید حرفش برای رعایت مقررات و محدودیت‌ها خریدار ندارد. دوچرخه سواری بی حجاب در ایران، حرکتی بزرگ در راه آزادی‌های زنان یا ترمزی برای تغییرات کوچک. این موضوع مناظره امشب است. انتقاد ترامپ از عالی‌ترین مقام پزشکی آمریکا در زمینه مبارزه با کرونا. جو بایدن میگوید اگر رئیس جمهوری شود به توصیه‌های دکتر فاوچی گوش می‌دهد. شصت دقیقه زنده از بی بی سی در لندن. سلام، شبتون بخیر. اقتصاد ایران این روزها به سرعت کوچک می شود و مردم فقیرتر. اقتصادی که در داخل زیر فشار فساد گسترده و سوء مدیریت، میلیاردها سرمایه‌اش به یغما رفته و از خارج سیاست فشار حداکثری دست بر گلویش گذاشته. صحبت‌های تازه رئیس بانک مرکزی درباره بازنگشتن ارزهای حاصل از صادرات دوباره بازار ارز را در مرکز توجه قرار داده. همزمان عده‌ای در انتظار نتیجه انتخابات آمریکا نشستند که دو هفته دیگر برگزار می‌شود و امیدوارند که دونالد ترامپ رای نیاورد و جو بایدن رویکرد آمریکا به ایران را تغییر دهد. در برنامه امشب می‌پرسیم چقدر سیاست فشار حداکثری دونالد ترامپ مقصر وضع فعلی است، چقدر سوء مدیریت مقام‌های جمهوری اسلامی. اول گزارشی ببینیم از شیدا هوشمندی درباره تازه‌ترین تحولات در بازار ارز ایران. ارزهای صادراتی گم شده. هر روز ابعاد جدیدی از این ماجرا روشن می‌شود. ما 250 در آخرین مورد این سخنان عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی دوشنبه شب در میان فعالان بخش خصوصی. این 250 نفر یک دلار برنگردونده بودن و دومین ویژگیشون بود که این 250 نفر هیچ کدوم تولید کننده نبودن. آقای همتی میگوید این افراد به اسم کارتون خواب‌ها کارت بازرگانی گرفته و 7 میلیارد دلار ارز را برنگرداندند. دولت بازنگرداندن ارز از سوی صادرکنندگان را به عنوان یکی از دلایل افزایش نرخ ارز مطرح می‌کند. فعالان بخش خصوصی اما می‌گویند که عمده ارزهای بازنگشته متعلق به بخش خصوصی نیست. آنها یکی از مهمترین دلایل خروج ارزهای صادراتی از ایران را سیاست ارزی دولت می‌دانند. سیاست‌های ارزی که حداقل در 2.5 سال گذشته اتفاق افتاده، وقتی بررسی دقیق روش انجام بدید و همچنین بررسی کنید نرخ ارز در این مدت چه تغییراتی انجام داده و میزان ارزآوری کشور در این 2.5 سال چقدر بوده، قطعاً به این نتیجه می‌رسیم که این سیاست‌ها سیاست موفقی نبوده و بایستی بلافاصله ما تصمیم بگیریم و شجاعانه تجدید نظر کنیم در سیاست‌هامون. منتقدان سیاست ارزی دولت می‌گویند تأثیر این سیاست را می‌توان در طرف واردات هم مشاهده کرد. کمبود دارو به ویژه انسولین طی روزهای اخیر جنجالی شده. پولش باید می‌دونم قیمتی داشته باشه. منتقدان سیاست‌های بانک مرکزی پافشاری دولت بر تخصیص ارز 4200 تومانی برای واردات دارو را دلیل پرسود شدن قاچاق دارو به خارج از کشور می‌دانند، چه این داروها تولید ایران باشند و چه از خارج وارد شده باشند. سیاست فشار حداکثری آمریکا فروش نفت مهمترین درآمد ارزی ایران را به شدت کاهش داده و حالا دولت با کمبود جدی منابع ارزی روبرو است. این روزا فکر کنم خیلی عجیب سرتون شلوغه. دیگه چیکار کنیم؟ عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی ایران در ماه‌های اخیر چند بار برای آزادسازی منابع ارزی بلوکه شده ایران به عراق سفر کرده. با
بازار ارز در روزهای گذشته بی‌اعتنا به اقدامات بانک مرکزی و وعده‌های دولت برای کنترل بازار دستخوش نوسان شد و نرخ دلار از مرز 32 هزار تومان هم عبور کرد. اما همزمان با افت نرخ حواله درهم در بازار دبی، قیمت دلار در ایران هم تا ظهر سه‌شنبه 29 مهر حدود 3000 تومان افت کرد و در برخی صرافی‌های تهران در محدوده 28 هزار تومان معامله شد. بخشی از فعالان بازار کاهش نرخ ارز را واکنشی به رقابت‌های انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا می‌دانند. پیشی گرفتن جو بایدن از دونالد ترامپ در نظرسنجی‌ها برای آن دسته که امیدوارند با بازگشت دموکرات‌ها به کاخ سفید سیاست فشار حداکثری متوقف شود، خبر خوبی است. اما مهمتر از مسائل سیاسی داخلی و خارجی، عامل تأثیرگذار بر نرخ ارز کاهش قدرت ریال ایران در برابر ارزهای خارجی است که باید دلیل آن را در رشد بالای تورم سال‌های اخیر جستجو کرد. نرخ دلار امریکا در برابر ریال ایران طی 5 سال گذشته نزدیک 9 برابر شده و از محدوده 3500 تومان پاییز 94 به نرخ‌های باورنکردنی هفته‌های اخیر رسیده. نرخ تبدیل ریال در برابر دلار تابع مابه و تفاوت نرخ تورم در اقتصاد ایران و امریکا است. بنابراین هر چقدر نرخ تورم ایران بالاتر برود، واحد پول این کشور در برابر دلار امریکا که تورمی به مراتب کمتر از ایران دارد، ضعیف‌تر خواهد شد. فشار حداکثری ترامپ منابع ارزی ایران را محدود، تزریق ارز به بازار را برای بانک مرکزی مشکل کرده و در نهایت زمینه‌ساز جهش‌های ارزی شده. اما اقدامات تورمزای سالهای اخیر نتیجه سیاست پولی دولت ایران بوده، نه سیاست خارجی امریکا. اقدامات تورمزایی که گزارش بانک مرکزی از تغییرات پایه پولی جزئیات آن را آشکار می‌کند. عدم تعادل بازار پول در ایران موضوعی است که با تغییر در کاخ سفید حل نمی‌شود و تابع سیاست‌گذاری پولی در ایران است. شیدا هوشمندی، بی بی سی. ریچارد گولدبرگ، دستیار پیشین مشاور امنیت ملی آمریکا و همچنین مشاور ارشد بنیاد دفاع از دموکراسی FDD از واشنگتن DC با مساقه گولدبرگ از فعالان سیاست فشار حداکثری دولت دونالد ترامپ بر ایران هستند و سال 2018 و پس از خروج آمریکا از برجام به همراه مارک دوبوویتس رئیس بنیاد FDD از طرحی خبر دادند به نام جنگ با ریال. آقای گولدبرگ خوش آمدید به برنامه. ابتدا شروع بکنیم از اینکه تقریبا 3 سال فشار حداکثری بر ایران و اقتصاد این کشور به نظر شما تا اینجای کار چه دستاوردی داشته؟ خیلی متشکرم از دعوت شما. اولین چیزی که باید بگم اینه که این سیاست فشار حداکثری نشون داده مشکلاتی که در داخل ایران هست، کاستی‌هایی که در داخل ایران و در بین رهبران این رژیم هست. رژیم ایران باید به جای اینکه منابع خودش رو خرج مردم ایران بکنه، می‌بینیم که میره و صرف فعالیت‌های شرورانه دیگه می‌کنه، از بسیج تا سرکوبی مخالفانش تا برنامه هسته‌ای تا هزینه‌ای که در خارج می‌کنه. و خب اقتصاد ایران به همین واسطه دچار افت شدیدی شده. تحریم‌های آمریکا به همراه تحریم‌های دیگر، تحریم‌های بین‌المللی با هم ترکیب شدن، در کنار سوء مدیریت و فسادی که در اقتصاد ایران هست، همه اینها متأسفانه باعث شده که این وضع رو شاهد باشیم. البته هنوز رژیم وقت داره که رفتار خودش عوض کنه، ولی خب می‌بینیم که این کارو نمی‌کنن. خب با توجه به اینکه در این سال‌ها به گفته شما حکومت ایران رفتارش رو تغییر نداده، آیا ادامه این فشار حداکثری قربانی بجز مردم عادی ایران داره؟ خب این مهمه که ما بفهمیم که تحریم‌های آمریکا پاسخی هستند به رفتار رژیم ایران و رهبران جمهوری اسلامی. بنابراین
وقتی که کشوری رو شاهد هستیم که منابع مالی تامین میکنه برای تروریسم، که از جنگ در سوریه یا یمن حمایت میکنه، در جنگ های در فراسوی مرزهای خودش حمایت میکنه، موشک های بسیار خطرناک دوربرد میسازه که نه فقط کشور همسایه بلکه کشورهای دوردست مثل آمریکا رو تهدید میکنه، بنابراین ما باید اقدامی بکنیم. همین امسال 39 عضو گروه اقدام مالی FATF از جمله چین و روسیه به اتفاق آرا رأی دادن که تدابیری رو علیه بخش مالی ایران اتخاذ کنن، برای اینکه نگران بحث پولشویی بودن و بنابراین خیلی خوب وضع ناراحت کننده است. ولی تنها چیزی که ما میگیم و ادامه میدیم به گفتنش اینه که ایالات متحده تحریماش برقرار شدن به خاطر رفتار ایران و برقرار خواهند بود تا زمانی که رفتار ایران چنین باشه. و ما خب تشویق میکنیم رهبران ایران رو که منافع مردم خودشون رو فراتر و پیش مقدم بگذارن بر فعالیت‌های شرورانه خودشون. و اگر که جمهوری اسلامی موازش رو تغییر نده، آیا قربانی به غیر از مردم ایران وجود داره؟ خب دوباره بگم، اگر که رژیم ایران رفتار خودش رو عوض کنه، خب می‌بینیم که الان ما انتخابات آمریکا رو پیش رو داریم، دولت آمریکا میتونه سیاست خودش رو عوض کنه. اگه دولت تازه‌ای داشته باشیم، پرزیدنت ترامپ اگه دوباره انتخاب بشه، ما انتظار داریم که این سیاست فشار حداکثری ادامه پیدا کنه. خب در یه مقطعی ما خواهیم دید که جمهوری اسلامی پولش تموم میشه. همین الان هم مشکل یارانه دارن، برای اینکه به جای اینکه سرمایه گذاری کنن روی مردم خودشون، دارن روی سپاه پاسداران سرمایه گذاری میکنن. بنابراین این هزینه‌اش رو پرداخت خواهند کرد و در نهایت این سرمایه گذاری که میکنن روی سپاه و این گونه فعالیت‌ها باعث میشه که نتونه امور خود رو اداره کنه به صورت کشور نرمال. بنابراین ملت‌های مسئول این حق رو دارن که از خودشون حفاظت کنن و محافظت کنن در برابر رفتار یک رژیم مثل رژیم ایران. آیا سیاست فشار حداکثری آمریکا در موارد دیگه‌ای فرضاً در ونزوئلا یا کره شمالی جواب داده؟ آیا منجر به تغییر حکومت یا تغییر سیاست شده، یا اینکه صرفاً مردم اون کشورها بودن که آسیب دیدن؟ آقای گلبرگ، تحریم‌ها به خودی خود یک استراتژی نیستن، یک تاکتیکی هستن. و در طول تاریخ ما مثال‌های مختلف رو می‌بینیم که تحریم‌ها یا جواب دادن یا جواب ندادن. یکی از بزرگترین مهمترین مثال‌های موفقیت تحریم‌ها در به عنوان بخش از یک استراتژی جامع بزرگتر جنگ سرد. ایالات متحده در نبردش علیه شوروی فشار اقتصادی یکی از المان‌های اساسی اون کمپین بود که در نهایت به سقوط کمونیسم منجر شد. در جاهای دیگه تصاویر یا موارد متفاوت رو میتونیم شاهد باشیم. در نهایت این کمپین، این سانکشن، این تحریم‌ها هدفشون این بوده که منابع ایران رو، منابع رژیم ایران رو خیلی محدود کنن. و ما همین سال گذشته دیدیم که معافیت‌های نفتی رو پرزیدنت ترامپ لغو کرد، برداشت، و بعد دیدیم که همین ماه گذشته بخش مالی ایران دوباره تحت تحریم‌های آمریکا قرار گرفت. طبیعتاً راه درازی ممکنه پیش رو داشته باشیم، اما در نهایت خیلی زود رژیم ایران، مخصوصاً اگر ترامپ دوباره انتخاب بشه، پولش تموم خواهد شد. آقای گلدبرگ، سناتور کرک رئیس پیشین شما یک بار در یک گفتگوی گفت که اگر که لازم باشه آمریکا برای اعمال سیاست‌هاش حتی غذا رو از دهن مردم ایران هم میتونه در بیاره و مانعش بشه. یعنی به نوعی توجیه کرد که هدف سیاست خارجی آمریکاست و این کار شدنیه. سیاست سازمان شما چیه؟ شما اصولا فکر میکنید که در راستای احقاق سیاست آمریکا منطقیه که مردم یک کشوری رو گرسنگی داد؟ من این اظهار نظری که شما بهش اشاره کردین رو به خاطر نمیارم، اما باید بگم که در زمانی که ما همکاری داشتیم با مجلس نمایندگان و سنا شرکت کردیم،
در نوشتن متن این تحریم ها و همه این تحریم ها استثنایی قائل می شدن برای غذا، برای دارو، برای تجهیزات پزشکی و نیازمندی های کشاورزی که به مردم ایران برسن. حالا اگر به مردم ایران نمی رسن، سوالی است که دیگران باید بهش پاسخ بدن. با همین یکی دو روز اخیر شاهد گزارش هایی بودیم از فسادی که در ایران در جریان هست، قاچاق دارو، گزارش های اینچنینی دیدیم از سوء مدیریت. ما دیدیم که رهبر جمهوری اسلامی باز دوباره دست انداخته به ذخایر خاصی که دارن، ذخایر توسعه ایران رو که برای اینکه ازش استفاده کنه که بودجه بسیج رو تامین کنه یا افزایش بده. بنابراین اون کسی که داره غذا رو از دهان مردم ایران میگیره، برای اینکه ببینیم کی هست کافی ببینیم که رژیم داره چه کار میکنه، کس دیگری نیست. و در نهایت آقای گلدبرگ، به گفته آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، ایران تولید اورانیوم غنی شده رو افزایش داده. میدونیم که توافقی با چین برای 25 سال داره امضا میکنه و به نوعی نزدیک و نزدیکتر داره میشه به چین. فکر نمی‌کنید که این سیاست فشار حداکثری در نهایت منجر به یک، ورود نزدیک شدن ایران به چین میشه، و دو، ادامه فعالیت های از دید شما خطرناک جمهوری اسلامی؟ یکی دو نکته بعد اینجا رو بهش اشاره کنیم. اولا در بحث هسته‌ای رهبران ایران میدونند که ایالات متحده هم جمهوری‌خواه و هم دموکرات‌ها یک خطوط قرمزی در این ارتباط دارند، در ارتباط با تولید یک سلاح هسته‌ای، و این خط قرمز رو با اقدام نظامی اعمال خواهند کرد اگر نیاز باشه. چیز دیگری که شاهدش هستیم بحث فشار و ترس و تهدید هست برای اینکه ایرانی‌ها وادار به مذاکره بشن. اگر که جو بایدن انتخاب بشه، خب او خواهد خواست که با ایرانی‌ها مذاکره کنه، و خب البته اگر دونالد ترامپ هم دوباره انتخاب بشه، باز ایرانی‌ها باید یک بدبستانی رو با آمریکا داشته باشن. در مورد چین، این خیلی مهمه برای مردم ایران که بدونن سر و کار داشتن با یک چنین دولتی که رفتاری داره، از جمله اون چیزی که به نظر میرسه در داخل کشور خودش با میلیون ها مسلمان داره پاکسازی نژادی انجام میده، این واقعا حمایت کردن جمهوری اسلامی ایران از چنین حکومتی واقعا سوال برانگیزه. به نظر میرسه که تنها راه حل در نهایت این باشه که ایرانی ها اقتصادشون فقط با کم شدن تحریم‌های آمریکایی، سبک‌شدن تحریم‌های آمریکا جواب میده. در نهایت اگر در آینده جو بایدن برنده انتخابات بشه، ممکن یک توافق جدیدی باشه بین ایران و دولت بعدی آمریکا که مشکلات اونها رو تا حدی حل کنه. متشکرم. ریچارد گلدبرگ از رئیس از بنیاد FDD از واشنگتن دی سی با ما. اما پروفسور هاشم پسران، اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه کالیفرنیای جنوبی از لس آنجلس با ماست. آقای پروفسور، خوش آمدید به برنامه. از دید شما کدام سیاست‌های پولی دولت در افت ارزش ریال تاثیر داشته؟ برای اینکه بسیاری از کارشناسان معتقدند که نمیشه تنها تحریم‌ها رو مقصر وضع موجود دونست. البته همجور که اون خبر گزارش دادن اول برنامه، عوامل متعدده، تحریم عامل عمده‌ای هست در این زمینه. این کرونا ویروس هم که همجور که میدونید از اوایل سال امسال تالا هم عامل خیلی مهمیه، فقط مربوط به ایران هم نیست، همجور که میدونید در ترکیه، در کشورهای همجوار ما هم اثر داشته روی نرخ ارزشون. اگه نگاه بکنید در ترکیه، لیره ترکیه هم حدود 30% تنزل کرده در عرض 9 ماه گذشته. بنابراین عوامل متعدده، نمیشه فقط یه جنبه در نظر گرفت. ولی من فکر کنم یکی از عوامل مهم در ایران که در گزارش اولی هم اومد، سیاست ارزی دولته. سیاست پولی ایران تابع سیاست ارزی در ایران، یعنی دولت، بانک مرکزی نمیتونه یه سیاست مستقل پولی داشته باشه بدون اینکه تطبیق بده خودش رو با سیاست ارزی و سیاست مالی دولت. در ایران چون درآمد نفت کاهش پیدا کرده، بنابراین
درآمد دولت هم باعث از طریق های استقراض یا از طریق افزایش نقدینگی تأمین بشه و این خودش تورم رو دامن میزنه. ولی به نظر من داشتن دو نرخ ارز، یکی 4200 تومان برای کالاهای به خصوص که نرخ دولتی و یه ارزی که الان همونجوری که گفتن الان 28000 تومان هست، خیلی فاصله پیدا کرده. بنابراین فکر میکنم یه مقدار از فسادهایی که صحبت میشه، یه مقداری که پولایی که رئیس بانک مرکزی اعلام کردن که بر نمیگرده به ایران، یه مقداریش مربوط به این اختلاف زیادی بین دو نرخ ارزی که در ایران الان وجود داره هست. مثلا قاچاق دارو هم یه مقداری مربوط به این اختلاف نرخ ارزه. یعنی به نظر من باید سیاست ارزی تعدیل بشه، ولی یه مقداری سیاست ارزی به وجود اومده واسه تحریم. بعد باید توجه کرد ایران اولین بار نیست که تحریم میشه. الان 40 سال است که ایران به طورهای مختلف تحریم شده از طریق آمریکا و سازمان ملل. بنابراین ایران میتونه خودش رو تطبیق بده با تحریم، ولی خب اثرش این خواهد بود که فشارهای تحریم خودش رو تجلی میکنه، اول در ارز، بعد تورم بیشتر، و تورم بیشتر بازم ارز رو تحلیل میده و یه نوع تسلسل ایجاد میکنه و برای دولت خیلی مشکل با تمام مسائل مقابله بکنه. با اینکه یادتون باشه که در نظر تجارت خارجی، نظام بانکی، روابط مالی هم تحریم شده، فقط نفت نیست که تحریم شده این دفعه. بنابراین واقعا هم چی خود دولت ترامپ گفتن فشار حد اکثری رو آوردن و خب تالا نتیجه عمده ای نداده و اقتصاد ایران درسته که از نظر ریال به دلار خیلی لطمه خورده، ولی اگه نگاه بکنید به اشتغال، به تولید و مصرف و غیره، خب تحلیل داشته 5% بر اساس برآوردهای سرمایه و پول اقتصاد ایران کاهش پیدا کرده مثلا امسال. یه مقدارش مربوط به همون کووید هست، ولی به هر حال فشار خیلی زیاده در ایران. همه به خوش قشرهایی که درآمدهای پایین دارن و مجبورن برن مقابله بکنن با این دشکات فعلی، با این مرض و غیره که همه دست به گیر بارش هستن، واقعا تحت فشار هستن مردم ایران. بنابراین نمیشه گفت تحریم اثری نداشته، ولی سیاست های ارزی و سیاست های که یه مقدارش وابسته به مربوط به تحریم هست، اینا هم اثر داشته. آقای پسران، اگر که دونالد ترامپ دوباره رأی بیاره، فکر میکنید اقتصاد ایران توان تحمل 4 سال دیگه فشار حداکثری رو خواهد داشت؟ من فکر کنم اگر آقای ترامپ با دوباره انتخاب بشه، برای یک 6 ماه، 1 سال این روال ادامه خواهد داد تا سیاست جدیدی رو برای ایران بخوام پیش بینی کنم. برای که فکر کنم این سیاستی که الان اجرا کردن، که فکر کردن در از 1 سال یه دفعه نظام ایران رو به زانو میاره، عملی نکرده. معمولا ما میدونیم این یه سیاستی که شما حد اکثر اعلام میکنید برای 1 سال اول یا حتی چند ماه اول اثری نداشته باشه، نظام میتونه خودش به اون تعدیل کنه، تطبیق بده. و یاد باشه اقتصاد ایران اقتصاد بزرگی هست، 84 میلیون جمعیت هست، از نظر تکنولوژی خیلی گسترده است، 60% 70% مردم دسترسی دارن به تلفن های همراه، ازش استفاده میکنن برای خیلی مشاغل. اگر نگاه بکنی گسترش مشاغلی که مربوط میشه به تکنولوژی جدید، خیلی دارن گسترش پیدا کرده، اینا بخش خصوصی هستن. بنابراین به این آسونی نیست که اقتصاد ایران رو به زانو در بیارید با از طریق تحریم، به خصوص که الان درآمد نفت ایران داره بالا میره. برای که نمیتونن همیشه کنترل بکنن تمام رفت و آمد کشتی رانی ها رو. خب بنابراین نباید دیگه ببینیم که مثلا اگر 6 ماه دیگه هم بگذره، 1 سال هم دیگه هم بگذره، فرق عمده ای نمیکنه. بنابراین از نظر سیاسی و نظر استراتژیک باید دولت آمریکا تصمیم جدیدی بگیره. ولا ادامه دادن همین وضع دلیل نداره خود به خود مسئله رو عوض کنه. متشکرم از شما هاشم پسران، اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه کالیفرنیا جنوبی. در پی افزایش شدید قربانیان کرونا در ایران، وزیر بهداشت از ناکارآمدی در نظارت بر اجرای مقررات بهداشتی انتقاد کرده و گفته به درخواست‌ها و التماس‌های او برای بستن جاده‌ها و جریمه افرادی که ماسک نمی‌زنند بی‌توجهی شده. در همین حال وزارت بهداشت ایران از مرگ 322 بیمار مبتلا به کرونا در شبانه روز گذشته خبر داده، هرچند که به گفته مسعود مردانی از اعضای ستاد مقابله با کرونا، آمار واقعی 2.5 برابر آمار رسمی است. باران عباسی گزارش می‌دهد. Come on, come on, come on.
تا چشم کار می کند، گورهایی که هر روز صدها جسم تازه در خود جای می دهند. هر یک نشانه ای از عمری که کوتاه شد. پدر، مادر، خواهر و برادری که جانش را در نبرد با کرونا از دست داد. شیوع بیماری در سراسر ایران هفته هاست که شدت گرفته. مسئولان مقصر را شهروندانی می دانند که مقررات بهداشتی را رعایت نمی کنند. روند شیوع کرونا در 12 استان سیر صعودی داره و 9 استان هم در شرایط هشدار قرار دارند. رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی از 42% در 2 هفته قبل به 54% رسیده، ولی این حتما کافی نیست. ما قطعا باید به رعایت دستورالعمل‌ها به بالای 90% برسیم. ولی شرمنده ایم که در پایتخت ما 32%، یعنی 2/3 مردم رعایت نمی کنن. اون وقت انتظار دارن که یک کسای دیگه مثلا دولت یه کارایی بکنه. منتقدان اما دولت را بی تقصیر نمی دانند. یک شب رو به یاد ندارم که پیوسته 1 ساعت خوابیده باشم. عملکرد مسئولان در مهار بیماری حتی در میان مقام های ارشد منتقدانی دارد، از جمله وزیر بهداشت. چقدر تقاضا کردیم که هر کس ماسک نزد جریمه کنید، شما برید در بیارید، چند نفر رو جریمه کردن. گفتیم جاده ببندید، چند تا رو بستن. گفتن آقا تا آخر اردیبهشت اتوبوس ها اینقدر اضافه میشه، یک مورد هم نشد. من نمیدونم کی باید اینا رو حل کنم. چقدر ما باید خواهش کنیم؟ چند ماهه که من و همکارانم داریم التماس میکنیم. معلوم نیست مخاطب وزیر بهداشت چه کسی است و بیخوابی و اضطراب و التماس چه تأثیری در مهار بیماری خواهد داشت. به گفته وزارت بهداشت، تنها در شبان روز گذشته بیش از 5000 مورد ابتلای قطعی شناسایی شده و 322 نفر هم جان خود را از دست دادند. کاهشی جزئی در آمار قربانیان نسبت به دیروز، آنچه روزنامه ها دوشنبه سیاه نامیدند. مرگ 337 نفر تنها در یک روز، بیشترین شمار روزانه جانباختگان از ابتدای شیوع کرونا در ایران. آماری تکان دهنده که در صفحه اول بسیاری از روزنامه ها جای گرفت. هرچند که بنابر یافته های بی بی سی فارسی آمار واقعی بسیار بیشتر است. واقعیتی که اخیراً مسئولان و پزشکان هم رسماً تایید کردند. آماری که متخصصان با تصمیمات و اقدامات یک ماه پیش مرتبط می دانند، هم از سوی مردم و هم مسئولان. ما باید بگردیم در اتفاقاتی که 4 هفته 5 هفته قبل شروع شده. در کنار اون شاید اونقدری که باید و شاید ما جدی نگرفتیم ابزارهای قدرتی که باید مردم رو وادار بکنه به رعایت پروتکل‌ها و مسائل جدی نبوده. از اجازه برگزاری مراسم عزاداری محرم گرفته تا هجوم مسافران به جاده ها در روزهای تعطیل و خودداری دولت از اعمال محدودیت های بیشتر، تصمیماتی که هر روز جانهای بیشتری میگیرد، گورهای بیشتری دهان باز میکنند و قدمهای مرگ که هر روز نزدیکتر میشوند. باران عباسی، بی بی سی. یک بار دیگر جنجال بر سر دوچرخه سواری یک زن در ایران، این بار بدون حجاب در نجف آباد، جایی که امروز جماعتی را که مسئولان خودجوش خوانده اند به خیابان آورده تا به قول خود به این هنجار شکنی اعتراض کنند. اما یا دوچرخه سواری زنان اصولاً بر مبنای قوانین ایران جرم است؟ چه کسانی و چگونه استدلال می‌کنند که زنان نباید در خیابان‌ها دوچرخه سواری کنند؟ شبنم شعبانی گزارش می‌دهد. در میانه قرن 19 که دوچرخه اختراع شد، احتمالاً کمتر کسی تصور می‌کرد که نزدیک به 2 قرن بعد اینکه چه کسی پشت فرمان می‌نشیند در بعضی جاها هنوز اهمیت داشته باشد. مثل اینجا نجف‌آباد در استان اصفهان، زنی با لباس پوشیده ولی بدون حجاب اسلامی حکومتی در حال دوچرخه سواری است. فرماندار نجف‌آباد امروز خبر داده که این زن را دستگیر کردند. او گفته کار این زن هنجار شکنی و توهین به حجاب اسلامی بوده. یک گروه جهادی تبلیغی هم در بیانیه تندوتیز دولت حسن روحانی را مقصر اعلام کرده که چرا به زنان وعده های از جمله برای حضور در ورزشگاه ها می دهد. تشکر
این هم تصاویری از اعتراض خیابانی به این زن دوچرخه سوار. نمونه مشابه این زن نجف آبادی در این سالها کم نبوده. برخورد تند نیروی انتظامی با آنها هم تازگی ندارد. از جمله با این دختر در مریوان در کردستان. چند لحظه صبر کنید آقای محترم، چند لحظه صبر کنید. شما صحبت از قانون میکنید. صحبت از قانون میکنید. قانون باید کشوری باشه یا نه؟ منتقدان میگویند برخورد با زنان دوچرخه سوار مبنای قانونی ندارد. مبنای برخوردها تفسیر به رأی قانون هاست. ببینید کلاً اون چیزی که در قانون منع نشده هیچ اشکالی نداره. در رابطه با دوچرخه سواری، اسب سواری یا به تازگی من شنیدم گنت، تمام اینها هیچ کدومش تو قانون منع قانونی نداره. اون چیزی که شما در جامعه باهاش مواجه هستید بیشتر نظرات شخصی که افراد میگن یا سلایق و دیدگاه‌های متفاوتی که تو کشور مطرح میشه. هیچ ماده قانونی وجود ندارد که فعل دوچرخه سواری را برای زنان ممنوع دانسته باشد. قوه قضاییه ایران هم در نظریه مشورتی صادر شده در سال 79 صراحتاً بر این مسئله تاکید دارد. با توجه به اصل قانونی بودن جرائم و مجازات‌ها، چون جهت استفاده از کراوات، دوچرخه سواری دختران در خیابان‌های اصلی و نحوه اصلاح موی سر پسران در قوانین موضوعه و مدونه مجازاتی در نظر گرفته نشده است، لذا اعمال مذکور قانوناً جرم تلقی نمی‌شود. تنها شماری از روحانیون دوچرخه سواری زنان در انظار عمومی را فعل حرام دانستند. از جمله آیت الله خامنه ای که آن را اگر در معرض دید نامحرم باشد حرام دانسته. گیر داده به زن دوچرخه سوار. به نظر می رسد بر اساس همین فتوا دوچرخه سواری زنان هم بر مبنای قانون مجازات اسلامی تظاهر به عمل حرام تلقی و جرم انگاشته می شود. خواهد دوچرخه‌شو ببره. این اما بهار پارسال و سخنگوی قوه قضاییه ایران. ملاک ما اصلا دوچرخه سواری برای ما موضوعیت ندارد. ملاک قانون مقررات شرعی و رعایت عفاف و حجاب جامعه هست. در سایه تفسیرهای دلبخواه قانونی زنان برای احقاق حق دوچرخه سواری آزادانه روز به روز بیشتر به خیابان ها می آیند. بعضی می گویند باید این احقاق حق آهسته و پیوسته اما بدون جنجال باشد. بسیاری در واکنش اما می گویند دیگر نمی خواهند برابر از دست رفتن حقشان در تعیین نوع پوشش و در این یک مورد خاص دوچرخه سواری ساده هم کوتاه بیایند. شبنم شبانی، بی بی سی. برای گفتگوی بیشتر در این زمینه میترا زرگر، جامعه شناس از نیویورک با ماست و مینا خانی، تحلیلگر مسائل اجتماعی ایران از برلین به ما پیوسته. خوش آمدید به برنامه. خانم زرگر، با شما شروع بکنیم. فکر میکنید که این حرکت بهتره به این شکل علنی باشه، همراه با فیلم برداری باشه، یا اینکه آهسته و پیوسته و بدون اعلام علنی انجام شه؟ بله، به طور قبل از اینکه من مشخصا پاسخی بدم به سوال شما، این نکته رو روشن کنم که ببینیم که اصلا چرا حجاب اسلامی اینقدر برای حکومت یا دستگاه حاکم سیاسی حاکم مهمه. ببینید، رژیم جمهوری اسلامی به عنوان یک حکومت توتالیتر ایدئولوژیک مشروعیتش دست کم به لحاظ نظری مبتنی بر ایدئولوژی‌های دینی و ارزش‌های اسلامیه که به لحاظ تاریخی، ساختارهای تاریخی و اجتماعی این بار ایدئولوژیک وقتی که بازنمود عینی پیدا میکنه فشارش روی زنان بیشتره. یعنی بازنمود ایدئولوژیک این نظام توی حریم خصوصی زنان به ویژه بحث حجاب خودش رو بهتر نشون میده. اینه که این رژیم کل مشروعیتش رو دست کم، بازم میگم به لحاظ نظری، با پایبندی به این ارزش‌های اسلامی و ایدئولوژی اسلامی نشون میده و برای اینکه ثابت بکنه نمیتونه از این کوتاه بیاد، یعنی نمیتونه از قاعده‌ای که برای زنان وضع کرده، یعنی حجاب، کوتاه بیاد. حالا مبارزه باهاش چیه به نظر شما؟ بله، این همون سوالی که فرمودین. ببینیم، با توجه بازم من برمیگردم به همون نکته‌ای که عرض کردم خدمتتون، نظر به اهمیتی که برای، یعنی به عنوان یک خط قرمز برای این رژیم حجاب محسوب میشه، اگر ما بخوایم به این شیوه ها مبارزه بکنیم راحت ما یک کنش مدنی رو تبدیل به یک کنش سیاسی کردیم و در نتیجه هم کار رو برای زنان
پیچیده تر کردن و یعنی به هدفمون خیلی سخت‌تر خواهیم رسید. یعنی فکر می‌کنی دشوار می‌کنه مبارزه رو به شکل علنی باهاش مبارزه کردن؟ دقیقاً. چون ببین این یه چیز مربوط به روزمره زندگی خانم هاست. ما تو این خیلی سال می‌بینیم که جامعه با جامعه ایران مثل هر جامعه دیگه یک جامعه پویای نمیتونه تن بده به اون ایدئولوژی ایستای جمهوری اسلامی. درش ما می‌بینیم تو این 40 سال جامعه خواه ناخواه تغییر کرده. نه فقط تو حوزه زنان، تو حوزه‌های دیگه هم تغییر کرده و خیلی از این تغییرات الزاماً در قالب کمپین یا کنش‌های علنی و آشکار نبوده. چون بازم من برمیگردم به همون تعریف اولم، چون این رژیم یک رژیم توتالیتر و با روزمرگی ما آدم‌ها سر کار داره، در نتیجه روزمرگی که تغییر می‌کنه، جامعه که داره تغییر میکنه، آروم آروم ما میبینیم این بستر تغییر میکنه. بسیار. اجازه بدید نظر خانم خانی رو بشنویم. خانم خانی، شنیدید صحبت های خانم زرگر رو؟ معتقدن که مبارزه به شکل علنی ممکنه دشوار بکنه مسیر مبارزه. خب من فکر میکنم که خانم زرگر با عرض ادب فکر میکنم یه مقدار دارن داخل منطقه حاکمیت البته خودشون هم ارجاع میدن به ایدئولوژی حاکم و میگن که این ایدئولوژی ایستاست و روی یک خانش از اسلام بنا شده که به هر حال خیلی هم روی مسئله زن حساسیت داره. تا اینجا همه چی درسته. من فکر میکنم منم چنین تحلیل دارم که این ایدئولوژی جمهوری اسلامی روی یک شیوه از بازنمایی زن و بدن زن و حضور زن در جامعه بنا شده. تا اینجا اختلاف نظر نداریم، ولی اونجایی که من مشکل میخورم اونجاییه که در واقع ما وارد اون منطق حاکمیت میشیم و میخوایم نگاه بکنیم ببینیم که در واقع حاکمیت چه نوع مبارزه یا چه نوع مقاومتی یا چه نوع تغییری رو در جامعه تحمل میکنه و چه نوع تغییر رو تحمل نمیکنه. از همین منظرم هست که میایم بعضی وقت وارد بحثای قانونی و عرفی و چی از لحاظ عرفی چی فتوا بوده چی قانون بوده، یعنی در نظر نمیگیریم وقتی وارد منطقه حاکمیت میشیم، در نظر نمیگیریم که ما با یک حاکمیتی طرف هستیم که خودش همه چیز رو سیاسی کرده، بدن زن سیاسی شده. وقتی شما یک حکومت ایدئولوژی که در واقع توتالیتر رو بر روی یک خانشی از حضور زن در اجتماع و پوشش زن در اجتماع و به واسطه اون حرکت زن یا عدم حرکت زن در اجتماع بنا میکنید، شما خودتون دیکتاتوری موجود رو در واقع به رهایی زن یا به عدم رهایی زن پیوند دادید. از این جهت من فکر میکنم که سوالی که در واقع من دارم در پاسخ به این حرف اینه که چه چیزی دقیقاً چه چیزی جواب میده و جواب میده برای کی جواب میده. چون چیزی که ما الان مشاهده میکنیم اینه که 16 سال در واقع یک نوعی شیوه اصلاح طلبانه برخورد کردن با مسائل مربوط به جامعه، زنان، سیاست، اقتصاد و غیره جواب نداده و به هر حال یه بخشی از مردم از این مسئله گذر کردن. باید حالا به اونها جواب داد، به زنانی که میان حجابشون رو برمیدارن کمپین میکنن و غیره، باید به اونها جواب داد چه چیزی دقیقاً برای چه کسی جواب. خانم زرگر چه چیزی جواب میده؟ ببینین، ما فکر میکنم حداقل ایرانیای داخل کشور خیلی خوب بدونیم که حداقل همون تو بعد حجاب، حجابی که امروز زنان دارن قابل قیاس نیست با حجابی که تو دهه 60 داشتن، تو دهه 70 داشتن. و این چیزی نیست که ما از طریق من سوال اینطوری جواب میدم، آیا ما این کمپین هایی که تا الان داشتیم، کمپین مثلا دارم میگم، ما انواع کمپین هایی توی 10 سال اخیر داشتیم، کدوم یکی از اینها منجر شد به این که واقعا تو یک شهر، حداقل توی منطقه شهر کامل بگن آقا ما گیباب کردیم، ما دیگه تسلیم شدیم و حجاب رو بردارید؟ اون چیزی که رخ داده مکانیزم های خود به خودی جامعه و اون هم من بازم عرض میکنم خدمتتون بابت پویایی هایی که داخل جامعه رخ داده. یعنی فکر نمی‌کنید این حرکت ها اعتماد به نفس ایجاد میکنه بین زنانی که فرضاً مخالف حجاب اجباری هستند؟ حرکات وقتی به صورت خیلی رادیکال باشه نه تنها اعتماد به نفس ایجاد نمی‌کنه که منجر به سرکوب بیشتر میشه. یعنی من همچنین ببینین اینطوری میگم، میگن که من دارم توی دستگاه خود در حقیقت حکومت صحبت میکنم و تابع بحث واقع‌گراییه. ما تو کدوم بستر؟ بله به حالت ایدال خیلی خوبه که آدم افراد خودشون آزادی پوشش داشته باشن و خودشون تعیین بکنن، ولی بحث اینه که بستر واقعی چیه؟ آیا ما الان تو این 10 سال که این همه کمپین های مختلف داشتیم کدومشون به یک هدف تعیین شده ای عملی ها؟ ببینید یعنی ما باید هدف رو مشخص کنیم، ما از این نقطه A میخواییم برسیم به B. مثلا دارم میگم، میگیم جنبش زنان داخل ایران تونست قانون دیگر تغییر بده،
سن ازدواج رو تغییر بده. حضانت یعنی هدف، اهداف عملیه، مشخصه. ولی اون چیزی که من بازم بهش برمیگردم، ببینید ایران امروز با ایران 40 سال پیش تغییر کرده. این تغییرات به وجود میاد. این تغییرات یا از طریق جنبش‌های فمینیستی که سنجیده و نه احساسی، هیجانی، بدون در نظر گرفتن شرایط واقع. و یکی دیگه هم تحت تاثیر تغییرات کلانی که رخ میده. این تغییرات تغییراتی هم نیست که صرفا داخل ایران باشه. بسیار اجازه بدین خانم نظر خانم خانی رو بشنویم، دارن سر تکون میدن. خانم خانی، شنیدید که خانم زرگر معتقدند که حرکت وقتی رادیکال بشه منجر به سرکوب میشه. وقتی میگم که در واقع توی منطقه حاکمیت دارن بررسی میکنن قضیه رو، از این منظر میگم سرکوبی که در واقع یک حداقل توی این چارچوب این نظام، من نمیخوام به کل تاریخ ایران اشاره کنم، تو چارچوب این نظام 40-42 سال تو مختصات فعلی تاریخ داره رو اگر ما برگردیم سمت در واقع کسانی که مورد سرکوب قرار میگن و بگن شما چون اینجوری عمل کردین سرکوب شما بیشتر شد، در صورتی که ما میدونیم شیوه در واقع فشار، اعمال فشار بیشتر کردن، فشرده کردن فشارها بر روی زنان، بر روی در واقع اقلیت‌های جنسی، جنسیتی، بر روی کارگران، بر روی تمام اقشار جامعه که به یک نحوی تحت ستم هستن توسط جمهوری اسلامی، تابع شرایط و مشخصه‌های مختلفیه که کجا این فشارها رو بیشتر می‌کنن، کجا این فشارها رو کمتر می‌کنن. اول این. دوم، چیزی که برای من خیلی جای تأسفه اینه که سالها و سالها در واقع مردسالاری میاد یه برداشتی از زنان و از مبارزات زنان میده که در واقع خردورزی رو مردانه فرض میکنه و احساس و احساس داشتن رو زنانه فرض میکنه و خیلی جاها به زنان این اتهامو میزنه که شما منطقی نمیتونید فکر کنید و در واقع احساسی عمل میکنید. خیلی جالبه که یه منطق نگاه مردسالار رو بیاریم به اون بخشی از جامعه یا به اون بخشی از جریانات فمینیستی یا به اون بخشی از نگاه زنان خود درون اون مملکت، بهشون بگیم شما دارید احساسی عمل میکنید. احساس و خرد ما یک شکلی به همدیگه پیوند میخورن و احساس و خرد ما هر دو به ما میگن که در واقع مسئله حجاب اجباری در نوعی از برداشت و تفسیر از اینکه زن چگونه باید در جامعه باشد، چگونه بپوشد و چگونه حرکت بکند رو جمهوری اسلامی با موجودیت خودش گره زده و به این دلیله که با وجود اینکه مقاومت میشه، با وجود اینکه کمپین ها برگزار میشن، با وجود اینکه صدای این زنانی که میگن ما به این حجاب اعتقاد نداریم، نمیخوایم اینجوری لباس بپوشیم، نمیخوایم اینجوری حرکت کنیم، دوچرخه سواری حق ماست، حضور در اجتماع به صورت واقعی حق ماست و ما از تجاوزها خواهیم گفت هر چقدر هم به ما فشار بیارین، اون میاد میگه شما وقتی میان اینا رو به صورت رادیکالی بیان میکنین در واقع دارین شرایط رو برای خودتون پیچیده‌تر میکنین، در صورتی که این موجودیت این نظام اگر گره خورده با نقض حقوق زنان، اونجاست که این نظام مسئله رو به خودی خود رادیکال کرده. یعنی پرداخت به مسئله زنان خود به خود اگر بخوای ریشه‌ای و جدی بهش بپردازی یک موضوع به خودی خود رادیکاله، به خاطر اینکه جمهوری اسلامی این رو با موجودیت خودش گره زده. خانم زرگر، اگر ممکنه جمع‌بندی بکنید در یک دقیقه، شنیدید صحبت‌های خانم خانی رو. من برای همین بحثم با همین شروع کردم. ببین بحثم این نیست که من بگم زنان دارن احساسی، من خودم به عنوان یک خانم زن فمینیست دارم صحبت میکنم، من بحثم این نیست که بگم، میگم حرکت رادیکاله. ببینید زمانی که خود ایشون دارن تایید میکنن که موجودیت این نظام گره خورده به حجاب، واقعیت این موجودیت نظام گره خورده به حجاب، ما نمیتونیم این هدف بزرگ رو، یعنی یک ببین دیگه کنش مدنی نیست، برای نظام میشه کنش سیاسی، پس نمیتونیم فکر کنیم با دوچرخه سواری ما میتونیم این نظام رو عملا این میشه دیگه، یعنی کنش مدنی رو میکنیم یک کنش سیاسی. یک هدف بزرگ ما نمیتونیم تعیین بکنیم، ما باید واقع‌گرایانه نگاه بکنیم به قضیه. نگاه واقع‌گرایانه هم اینه که اهداف مشخص عملی که بشه بهش عمل کرد، ولی تمام اینا درسته، حجاب آزادی حجاب باشه، زنان به حقوقشون برسه، من تو در متشکرم. خانم خانی در کمتر از یک دقیقه لطفاً جمع‌بندیتون رو بشنوید.
فکر میکنم دو نوع واقع‌گرایی وجود دارن. واقع‌گرایی که فکر میکنه که به هیچ حد از حق و حقوق خود نخواهیم رسید مگر اینکه صدامون رو بلند کنیم و مگر اینکه در واقع مسائل رو ریشه‌ای ببینیم، هم یک نوع واقع‌گرایی. و واقع‌گرایی که میگه من پایه حقم نیستم و این من نیستم که این مسئله رو به غایت سیاسی کردم برای خود نظامه و تبعاتش هم برای خود نظام. متشکرم از هر دوی شما، مینا خانی و میترا زرگربان. اسرائیل و امارات متحده عربی امروز توافق کردند که لزوم صدور ویزا را برای شهروندان یکدیگر لغو کنند. با این توافق اماراتی ها شهروندان اولین کشور عرب هستند که می توانند بدون ویزا به اسرائیل سفر کنند، به سرزمینی که درهایش به روی بسیاری از عرب هایی که در آن به دنیا آمدند بسته است. این توافق در جریان سفر یک هیئت اماراتی به تل آویو امضا شد که در آن توافقهای بیشتری هم به دست آمدند. کیوان حسینی و شرح آنچه امروز رخ داد. نشستن هواپیمای مسافربری شرکت اماراتی اتحاد در فرودگاه بن گوریون در تل آویو، تصویری که حالا تاریخی توصیف می شود، چرا که این نخستین پرواز هواپیمای مسافربری یک شرکت اماراتی به اسرائیل است و در کمتر از 24 ساعت این هم دومین پرواز است، پروازی از ابوظبی به تل آویو که برخلاف پرواز نخست مسافران خبرسازی دارد. استیو منوچین وزیر خزانه داری آمریکا به همراه عبید الطایر وزیر مشاور وزارت دارایی امارات روز سه‌شنبه با این پرواز به تل آویو سفر کردند تا از عمق بخشیدن به روابط نوپای امارات و اسرائیل پرده بردارند، آن هم در سطحی که چه بسا تا 3 ماه پیش بسیار دور از دسترس به نظر می رسید. ما جوری در حال ساختن تاریخ هستیم که برای نسل‌های بعد موندگار میشه. این نخستین سفر رسمی مقام‌های اماراتی به اسرائیل و بعد از توافق تاریخی که در کاخ سفید امضا کردیم، اسرائیل و امارات اینجا توافق‌های واقعی و کاربردی امضا خواهند کرد. برای من مایه افتخاره که اینجا مقابل شما بایستم و نخستین هیئت اماراتی را که به اسرائیل آمده رهبری کنم. ما متعهدیم که یک چهارچوب حقوقی برای رفت آمد شهروندان، نقل و انتقال کالا و گسترش مدام فضای بازرگانی مناسب بین امارات و اسرائیل ایجاد کنیم تا وضعیت اقتصادی هر دو کشور و مردم دو کشور ارتقا پیدا کند. و بعد از این تعارف‌های دیپلماتیک دو طرف 4 توافق امضا کردند. توافق‌هایی در زمینه سرمایه‌گذاری، همکاری‌های علمی و فنی، همکاری در صنعت هوانوردی و البته لغو ویزا برای شهروندان دو کشور. بدین ترتیب از این پس شهروندان اسرائیلی برای آمدن به اینجا یعنی دبی و دیگر شهرهای اماراتی آزادند و در مقابل اماراتی ها هم هر لحظه که بخواهند می توانند وارد اینجا یعنی اسرائیل شوند، کشوری ثروتمند با سواحلی زیبا و زندگی شبانه پرشور که البته دست فلسطینی ها از آن کوتاه است، موضوعی که بعد از اعلام توافق لغو ویزا از چشم آنها دور نماند و به ویژه در شبکه‌های اجتماعی واکنش‌هایی را برانگیخت. از آن جمله سالم براهمه، یکی از روزنامه‌نگاران فلسطینی که در رام الله زندگی می‌کند و درباره این توافق چنین نوشت: من برای رفتن به بیت المقدس باید از ارتش اسرائیل مجوز بگیرم، شهری که در آن به دنیا آمده‌ام. اما حالا اماراتی ها می توانند بدون ویزا به آنجا بروند، چرا که دو رژیم جنگ طلب و ناقض حقوق بشر برای خرید تسلیحاتی به توافق رسیدند. آیا این به نظر شما عادلانه است؟ اما اعتراض های فلسطینی ها به شبکه های اجتماعی ختم نشد. من این روز رو روزی توصیف می کنم که نقاب ها کنار زده شد. در غزه نیز وضعیت تفاوتی نداشت، جایی که کنترل در دست سازمان حماس است. متاسفانه این سفر درست در زمانی که مجوزهای بیشتری برای ساخت شهرک‌های یهودی صادر شده و چنین ملاقاتی تنها اشغالگران را به جنایت بیشتر، ساخت شهرک‌های بیشتر و الحاق سرزمین‌ها تشویق می‌کند. به رغم همه مخالفت‌های فلسطینی‌ها، همچنان این احتمال وجود دارد که کشورهای عرب بیشتری روابط خود را با اسرائیل عادی کنند و توافقنامه‌های مشابهی با این کشور امضا کنند. کیوان حسینی، BBC.
به تازگی سایت امتداد خبر از تشکیل پرونده جدید برای نیلوفر بیانی داده. خانم بیانی از فعالان محیط زیست است که از بهمن ماه سال 97 در بازداشت و زندان بوده. او چندی پیش نامه خطاب به رهبر ایران نوشت و در آن گفت که 1200 ساعت از او بازجویی شده و مورد شکنجه قرار گرفته. خانم بیانی حالا با اتهام نشر اکاذیب روبروست، اتهامی که دلیلش احتمالاً نگارش و انتشار همین نامه است. مریم افشان گزارش می‌دهد. نزدیک به 1000 روز از بازداشتش می‌گذرد. چندی پیش و در دادگاه تجدید نظر حکم 10 سال زندان نیلوفر بیانی متهم ردیف دوم پرونده فعالان محیط زیست تایید شد. خانم بیانی همچنین به رد مال 6 سال کار در سازمان ملل هم محکوم شد. حالا خبرها حکایت از تشکیل پرونده جدید دارد با اتهام نشر اکاذیب. نشر اکاذیب برای کسی که مدت هاست در زندان است و تنها دلیل این اتهام می تواند انتشار نامه او به رهبر جمهوری اسلامی باشد و آنچه که او گفته شرح حالش در زندان و دوران بازجویی است. نیلوفر بیانی 22 بهمن 2 سال پیش در بخشی از نامه‌ای به رهبر جمهوری اسلامی نوشته بود که در ماه محرم به همراه 7 مرد مسلح به ویلای خصوصی در لواسان منتقل شده و با وجود امتناع مجبور به نظاره رفتار غیر اخلاقی آنها در استخر خصوصی شده. خانم بیانی در مطالبی که بهمن ماه گذشته منتشر کرد گفته بود که بازجویان اطلاعات سپاه 1200 ساعت او را برای گرفتن اعترافات ساختگی مورد شدیدترین فشارها و شکنجه قرار دادند. بخشی از آنها به این شرح است: تهدید همه روزه به اعدام، تحمل 8 ماه سلول انفرادی، بازجویی های طولانی 9 تا 12 ساعته، بازجوی ایستاده و یا در حال چرخیدن و یا در حال بشین و پاشو، توهین به خود و اعضای خانواده، تهدید به بازداشت و شکنجه پدر و مادر 70 ساله، اجبار به تقلید صدای حیوانات وحشی، تهدید به تزریق آمپول فلج کننده، نشان دادن بی مقدمه تصویر جسد کاووس سید امامی. بعد از انتشار این شرح حال قرار بود کمیته 4 نفره از سوی هیئت دولت تشکیل و به طور مستقل موارد مطرح شده را بررسی کند. پس از گذشت 9 ماه از تعیین این هیئت تا امروز هیچ خبر و یا گزارشی از آنها منتشر نشده و حالا خانم بیانی با اتهامی جدید مواجه است. اتهام جدید هم در حالی مطرح شده که حدود 1 هفته پیش سند امنیت قضایی با امضای ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضایی، در 37 ماده منتشر شد. مروری اجمالی به این سند نشان می‌دهد که بسیاری از موارد ذکر شده در بسیاری از پرونده‌های متهمان سیاسی و امنیتی از جمله پرونده فعالان محیط زیست و نیلوفر بیانی رعایت نشده. حق رسیدگی علنی یکی از موارد ذکر شده در این سند است که میگوید محاکمات در همه دادگاه‌ها باید علنی باشند و دادگاه تنها در موارد استثناء و با ارائه دلایل مستند میتواند غیر علنی باشد. مورد دیگر منع مطلق شکنجه و رفتارهای تحقیرآمیز است که میگوید متهمان، مظنونان، شهود و مطلعان به هیچ وجه نباید در معرض رفتارهای غیر انسانی یا تحقیرآمیز قرار بگیرند. حق اعتراض و تجدید نظرخواهی مورد دیگری است که میگوید هر کس حق دارد به تصمیم 1 مرجع قضایی یا اداری که به ضرر اوست اعتراض کند. حق دفاع و انتخاب وکیل هم میگوید متهم باید از شرایط مناسب جهت تهیه و ارائه دفاع برخوردار باشد که در پرونده فعالان محیط زیست هیچ کدام از آنها حداقل تا 8 ماه بعد از بازداشت دسترسی به وکیل نداشتند. تنها همین 4 مورد ذکر شده از 37 ماده سند امنیت قضایی نشان می‌دهد که حتی با استناد به قوانین جمهوری اسلامی روند دادرسی پرونده متهمان محیط زیست از جمله نیلوفر بیانی عادلانه و شفاف نبوده. مریم افشنگ، بی بی سی. از آغاز شیوع کرونا در آمریکا بیش از 220 هزار نفر جانشان را از دست دادند. این بحران 15 روز مانده به انتخابات آمریکا همچنان موضوع اصلی رقابت میان دونالد ترامپ و جو بایدن است. آقای ترامپ دیروز و امروز بار دیگر به آنتونی فاوچی، پزشک ارشد ستاد مبارزه با کرونای منصوب خودش، انتقاد کرد. آقای بایدن در مقابل گفته اگر رئیس جمهوری شود به توصیه های دکتر فاوچی گوش خواهد داد. بهمن کلباسی از نیویورک گزارش می‌دهد.
دو هفته تا روز انتخابات باقی است و آقای ترامپ حالا بهبود یافته از کرونا تقریبا هر روز در ایالت‌های حساس تجمع انتخاباتی برگزار می‌کند و هر بار بر شدت حملاتش به جو بایدن و رسانه‌هایی که معتقد است از آقای بایدن حمایت می‌کنند می‌افزاید. هر وقت کانال رو میزنی CNN همش دارن کرونا میکنن. میخوام مردم رو راضی کنن که به من رأی ندن. مردم نمیخرن این تبلیغات رو. ای رسانه ابله ناکس. او دیروز در ایالت آریزونا معروف ترین پزشک آمریکا در ستاد مبارزه با کرونا که خود منصوب کرده را هم بی نصیب نگذاشت. دکتر فاوچی گفت ماسک نزنین. شما هم که دیدین. ولی حالا میگه ماسک بزنید. و میگن آدم فوق‌العاده‌ایه. و هست. من دوستش دارم. ولی دستش خوب نیست. دکتر انتونی فاوچی که بر اساس نظرسنجی ها مورد اعتماد اکثریت قاطع افکار عمومی آمریکاست، از عملکرد کشور و دولت در برابر شیوع کرونا انتقاد کرده. گویند که او در گفتگو با رسانه‌ها سعی می‌کند وارد دعوای مستقیم با رئیس جمهوری نشود و فراجناحی باقی بماند. من در عمرم از هیچ کاندیدایی رسماً حمایت نکردم، ولی ستاد ترامپ برداشته یک قسمت حرفم رو به صورت تحریف شده گذاشته در آگهی سیاسیشون. واقعا غیر قابل قبول این رفتار. حملات آقای ترامپ به او این فرصت را به آقای بایدن و کارزار انتخاباتیش داده تا بار دیگر رئیس جمهوری را به ضدیت با علم متهم کنند. جو بایدن تاکید کرده اگر رئیس جمهوری شود به دکتر فاوچی نقش کلیدی خواهد داد. بالا گرفتن این دعوا در حالی است که تعداد مبتلایان به ویروس در آمریکا بار دیگر رو به افزایش است و کارشناسان نگران موج سوم هستند. منحنی تعداد مبتلایان نشان از عبور دوباره مجموع کسانی که تست کروناشان مثبت می شود از مرز 50,000 نفر در روز دارد. در هر 24 ساعت هم نزدیک 500 نفر فوت می کنند. شیوع گسترده کرونا سبب شده بود بسیاری به ویژه دموکرات ها نگران کاهش حضور رای دهندگان در محل های اخذ رای شود. تصاویر 48 ساعت گذشته از مراکز رای زود هنگام و آمار منتشر شده نشان می دهد برعکس مشارکت افزایش داشته. البته میلیون ها نفر هم پستی آرای خود را فرستادند. تا امروز بیش از 32 میلیون نفر رای دادند. انتظار می رود تا پایان 13 آبان یا آخرین روز رأی‌گیری بین 145 تا 150 میلیون نفر در این انتخابات شرکت کنند. رقابتی سرنوشت‌ساز در زیر سایه کرونا و تحت تأثیر شیوع آن. بهمن کلبوسی، بی بی سی، نیویورک. پایان 60 دقیقه رسیدیم. میتونید این برنامه و برنامه‌های قبلی ما رو در وبسایت بی بی سی فارسی و یوتیوب تماشا بکنید. ممنون از همراهی شما. مراقب هم باشید.